سلام رفقای گل خیلی خوش اومدید به این ویدیو ما هر روز بهترین اخبار و حواشی بازیگران، خالنده ها و افراد مشهور رو براتون قرار میدیم اگه میخوان از این اخبار و حواشی جا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش هم بزنید درک لانسفورد بدنساز مشهور جهان قهرمان مسابقات مصر اولمپیای 2023 شد اما درک لانسفورد کیست و چگونه وارد عرصه بدنسازی شد پاسخ این سوالات تو این ویدیو بهتون توضیح دادیم پس آخر این ویدیو با ما همراه باشین بریم سراغ ویدیو درک لانسفورد سی ساله در 14 می سال 1993 به دنیا آمد و در بخش بدنسازی آزاد مردان در لیگ حرفه‌ای آی بی بی رقابت می کند او در دوران دبیرستان در رشته های مختلف ورزشی از جمله فوتبال و کشتی شرکت میکرد. علاقه لانسفور به بدنسازی از سالهای دانشگاه و زمانی که شروع به شرکت در ورز برداری کرد آغاز شد. جیمز براف مروی شخصیش او را زیر پروبال خود گرفت و راهنمایی کرد تا به نتایج بهتری دست یابد. درک لانسفورد در سال 2015 اولین بدنسازی آماتور خود را در مسابقات قهرمانی NPC انجام داد و در بخش سبک وزن از آزاد مردان شرکت کرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. او با قهرمانی در سال 2015 و 2016 به رقابت به عنوان یک بدنساز آماتور ادامه داد لانس سپس کارت حرفه خود را در مسابقات قهرمانی ان ایالات متحده ای آمریکا در سال 2017 به دست آورد و وارد دنیای بدنسازی حرفه شد. دریک لانسوور در 4 نوامبر 2023 به قهرمانی مصر المپیای این سال دست پیدا کرد و در 59 دور از معتبرترین رویداد بدنسازی به برتری رسید. او همچنین به لطف این برد برنده یک جایزه ی نقدی بزرگ به مبلغ 400 هزار دلار شد. لانس در طول دوران حرفه‌ای خود دو بار قهرمان المپیا شد. اولین برد او در سال 2021 به دست آمد. در سال 2022 اعلام شد که او دعوت ویژه برای رقابت در بخش آزاد مصر المپیا را دریافت کرده. اما او در اولین تلاش برای رقابت های دسته جدید توانست پس از عادی چوپان به مقام دوم دست یابد درک برای مسابقات امسال با قدرت بازگشت و مدعی عنوان قهرمانی مصر اولمپیا شد به گفته بسیاری از مردم عنوان قهرمانی مسابقات مصر المپیا 2023 قطعا حق هادی چوپان بود درک لانسفورد 168 سانتیمتر قد دارد اما هیکل باورنکردنی او اغلب آن را بسیار بلندتر نشان می دهد. این بدنساز از افراد مشهور در رشته خودش الهام گرفت و با انگیزه زیادی برای ساختن اندامش در سطح جهان گام برداشت. به گفته فیتنس ورلد این ورزشکار حرفه‌ای به لطف ساختار باورنکردنی و ذخیره عضلانی بین 102 تا 108 کیلوگرم وزن دارد. او قبلا فاش کرده بود که برنامه تمرینی منظمی دارد و شش روز در هفته را تمرین می کند و در تمرینات به طور خاص بر روی شکم و پای خود تمرکز می کند علاوه بر این او حداقل یک بار و گاهی دو بار در روز کاردیو انجام می دهد این کار باعث می شود وزن او پایین بماند و برای رقابت ها آماده شود پس از اهدای مدال به قهرمانان امسال مصر المپیا طبق روال هر سال شرکت کنندگان در کنار هم ایستادند تا عکسی به یادگار با هم بگیرند اما هادی چوپان مدال نقره را از گردنش درآورد و با ناراحتی شدید سکوی مسابقات را ترک کرد تا با این کار به رأی داوران اعتراض کند. درک لانسورد چند روز پیش در صفحه این سایرامش واکنش جالبی به رفتار هادی چوپان نشان داد و در کامنتی برای گرگ ایرانی نوشت ممنونم ازت گرگ ایرانی که باعث تلاش بیشتر من شدی آرزوی بهترین ها را برای تو و خانواده دارم دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین اگه نظر یا پیشنادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین لایک و سابسکرایبم هم یادتون نره شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار